کمیته تکفین و خاکسپاری شهدای امروز دشت برچی و شهدای دانایی در مکتب سید و تشکیل شده است و فردا تمام شهدا به صورت دستجمی به خاک سپرده می شود. اما برای رسیدگی به خانواده شهدا و زخمی ها چی باید کرد؟ اگر کمک داشته باشیم این کمک خود چطوری بیرسانیم؟ به نام خدا سلام بر شما دوستان عزیز در رابطه به دو قضیه می صحبت داشته باشم بسیار کوتاه خواهشانی را تا می توانید به اشتراک بگذارید تا دوستایی که اگر خواهان کمک و رسیدگی به این حوادث باشه بتونه همون کمک خود برسانم از زن هموطن کمیته خاکسپاری شهدا تشکیل شد و امیل از پیشتر من گفتگوی با دکتر باخر سعیر یکی از اعضای کمیته داشتم اونا تازه برگشته بودن از خانه برخ از شهدا و دیدار داشته با برخی از خانواده شهدا و با اونا صحبت شده و توافق عمومی تقریبا حاصل شده و قرار است که فردا تمام شهدای ای حادثه علمناک امروز در کوی قاریخ در کوی قاریخ در غرب کابل قبل از ظهر به خاک سپرده شود و دوستای گرامی در جیران باشه که بعد از رسیدگی به خانواده شهدا بسیار بسیار در اولویت باید باشه به کمیته حتما تشکیل خواهند شد یک کمیته مالی که کمک های از زان هموطن است سراسر جهان و افغانستان میتونه جمع واری بکنه چون برخی از زخمی ها خیلی وخیم هست اینا شاید چندین روز در شفاخانه ها بمانه و ممکن است برخی ها تا نیاز شود که اینا رو به پاکستان یا هین انتقال بده برای همین کار ما نیاز به یک بودجه داریم من خود داخل افغانستان نیستم شماره ارتباطی اینجا که زیر نویس کردن دوستان عزیز از دکتر باقر سعید هست اینجا عکسش هم برای شما میمونم جوانی آگاهی هست که کلگی هم شاید تا حد شناخت با او داشته باشم کمک های خود شما هم فعلا حد دخل میتونید در هر کشوری که هستین جمع بکنید در هر شهر رو در هر کشوری که هستین یک بزرگ دارین یک کمیته ای که دارین یا یک مسجدی که دارین یا یک نهادی دارین از طریق همون هات کمک تان تا حد امکان جمع بکنید پیش هم یک نفر به صورت امانت باشه کمیته مالی ان تشکیل میشه باز هم شما به خاطر اطلاعات میتونید بالاتر باخر سایر هم ارتباط باشین و با هم کمیته که تشکیل شده ما تلاش میکنیم که گزارشاتی از روند کاری کمیته هم برای شما داشته باشیم تا یک تاوری شود که کمک ها باید یک جای جمعوری شود و تک تک تایبل نشه. این به خاطر از این دوستای عزیز اگر ما هر کس کمک های خود تک تک روان بکنیم ممکن است که به برخی خانواده شهدا به برخی زخمی ها ده نفر 15 نفر 20 نفر دو نفر پنج نفر،, نفر کمک بکنه و برای یک نفر دیگه هیچکس کمک نکنه به اون خاطر نیاز هست که کمیته کار خود باید آغاز بکنه و کمک ها که جمع میشه در کمیته بیرسه و از طریق قیزی مصرف شود تا بالاخره اما کسایی که کمتر نیاز داره کمتر بهش داده شود و اونایی که بیشتر نیاز داره باید برش بیشتر داده شود چون مصارف تداوی زخمی ها تفاوت داره از یکی کم است زی از یکی زیاد هست یکی پانسومان شد و سطح زخمش شد برگشت در خانه یکی دیگه هنوز در کما هست به این خاطر خواهش میکنم از دوستای عزیز این به هم به اشتراک بمانید شما هم تا حد امکان یک هماهنگی هم لازم داشته باشین و در هر کشوری که هستین و در هر شهری که هستین اولین اقدام شما میباشه باشه که اما کمک خرج جمعواری بکنین و با کابل در ارتباط باشیم تا یک برنامه منظم چیده شوه و ان زخمه های ما تداوی شود اگر دلتان پر است گریه تون هم گریه کنید امشک بریزید ولی تسلیم نشوید استاده شوید در رای تان ادامه بیتید از گیریه کردن بیش از حد چیزی هم ساخته نیست ولی باید وارد عمل شوید یک کار باید بکنید تا دلتان خالی شود حد لربان به دل نمونین که کاری میتونستین نکردین التماس دعا دسته